بینندگان عزیز و همراهان گرامی درود بر شما امیدوارم که هر جای این دنیای پهناور هستید سلامت و شاد باشید سنا روحانی هستم و با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های برای فردا در خدمت شما عزیزان هستم اجازه بدید که به میهمان عزیزمون خوش آمد ارز کنم خانم ریاضتی بسیار خوش آمدید به برنامه ما سپاسگزارم از دعوت شما بنده هم سلام عرض می مجددا خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه در سراسر جهان قربان شما دوستان عزیز چند جلسه ای هست که ما در خدمت خانم ریاضتی هستیم و بسیار سپاسگزار هستم که ایشون محبت میفرمایند از راه دور تشریف میارن و این فرصت رو به ما میدن که از اندیشه از برداشت ایشون بهره ببریم خواهش می‌کنم با کمال میل در این برنامه شرکت میکنم خیلی ممنون بینندگان عزیز اجازه بدید که از شما عزیزان هم تشکر کنم از اینکه همیشه با ما در تماس هستید و یادآور بشم که محبت بفرمایید در هینی که تلفنی با ما تماس میگیرید و در وقتهایی باشه که وقتها و ساعتهای کاری نیست روی آنسرین مشین میره و روی پیغام گیر میره محبت کنید پیغام خودتون رو که میگذارید همینطور شماره تماس رو هم ذکر بفرمایید تا اینکه بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم و به سوالات شما پاسخ بدیم و اما در این چند جلسه ای که در حقیقت در خدمت خانم ریاضتی بودیم ایشون به بررسی کلی در ارتباط با مجموعه از آثار حضرت حالا با عنوان الواه ملوک و سلاطین پرداختند و در این چند جلسه اخیر خانم ریاضتی بیشتر در ارتباط با لوح سلطان لوحی که حضرت بهاءالله خطاب به ناصرالدین شاه صادر فرمودند توضیحاتی دادند و که امیدوارم امروز بتونیم بیشتر بپردازیم به نکات دیگری که در این لوح ذکر شده البته یادآور بشم که دوستان عزیز خانم ریاضتی ایشون دانشوی دکترای جامعه شناسی هستند و از دیدگاه تخصصی خودشون این مطالب را با شما عزیزان در میون میگذارند خانم ریاضتی بیاد دارم در گفتگوهایی که داشتیم شما اشاره کردید که در این الواح و به خصوص در لوح سلطان حضرت با حالا تکیه بر عدالت و انصاف فرمودند بله. اگر توضیحاتی در این زمینه بفرمایید و همینطور که رابطه محبت و عشق با عدالت و انصاف چه هست؟ بله حتما خواهش میکنم در سلسله مراتب اخلاقی که حضرت بها الله اون رو برای عالم انسانی پیشنهاد میفرمایند عدالت عالی ترین و بالاترین مرتبه رو به خود اختصاص میده نه محبت البته این دو با همدیگه در تعارض و تنش نیستند بیانی دارند حضرت عبدالبها در مفاوضات صفحه 203 در اونجا مسئله تنش بین محبت و عدالت رو هم اشاره می کنند و اتفاقا پاسخ هم میفرمایند به این مسئله میفرمایند همچنان که اف از صفت رحمانیت است عدل نیست از صفت ربوبیت است <applause> و این دو این بیان مبارک نشان میده که با هم هیچ تعارضی ندارند اما توضیح این مطلب این که محبت و عفو و بخشش جایگاهی داره و این جایگاه در روابط فردی افراد و سلوک فردی اونها با یکدیگر هست اینکه چگونه با همدیگه برخورد میکنند میفرمایند که به مدارا به رفق از این کلمات استفاده شده به رفق محبت مدارا با یکدیگر برخورد بکنید اف و اقماز پیشه بکنید یا حتی میفهمین زهر دهند شهر دهید اینها توصیه های اخلاقی است که در روابط میان فردی معنا پیدا میکنه و جای داره اما در نظام اجتماعی برای برقراری نظم در یک جامعه عدالت هست که عمل میکنه نه عفو و اقماس توجه بفرمایید که عدالت همراه با محبت قابل اعمال هست اما نه همراه با هر اف نابجا درسته بله اف و محبت دو مقوله جدا از هم میتوان می توان با محبت به معنای دوست داشتن عدالت رو اجرا کرد کما اینکه باز رجوع میکنم به آثار بهایی حضرت عبدالبها میفرمایند که رحم به گرگ ظلم به گوسفندان است م. بنابراین اگر به کسی بخواهیم محبت بکنیم و این محبت جنبه عفو در قبال خطایی در حق دیگری به خود بگیره اون عدل نیست این عدل عدل عدل. نیست بله. در واقع ظلم به شخص دیگری است ما همیشه باید جنبه های مختلف یک مطلب رو در نظر بگیریم وقتی که به محبت یا به عفو میپردازیم جنبه دیگری که به او ظلم شده یا مظلوم واقع شده هم آیا اون طرف را هم در نظر میگیریم یا خیر بنابراین عدالت با محبت انجام میشه و این محبت محبت به خلق هست در یک نظام اجتماعی و اگر اف بخواد جای عدالت رو بگیره اساس یک بنیان اجتماعی به کلی مزمحل و نابود هست و اون نظام اجتماعی از یک نظم برخوردار نخواهد بود حتی باز رجوع میکنن به آثار بهایی میفرمایند که حضرت عبدالبها در همون مرخز مفاوضات صفحه 203 میفرمایند که در روابط میان فردی اف و اغماز پیشه بکنید اما جامعه حق محافظه و مدافعه دارد من. و منظور از این جامعه هیئت اجتماعی هست که در هر جامعه حاکم هست و باید عدالت رو رعایت بکنه, رعایت بخونه. بله. و بنابراین هیچ تنشی بین محبت و عدالت نیست عفو جای عدالت رو نباید بگیره همینطور اهمیت عدالت و برقراری عدل در این ظهور و در این زمان به قدر ما در آثار حضرت باب هم مشاهده میکنیم که ایام بعد از ظهور حضرت بهاءالله رو ایام العدل نامیدن یعنی در این زمان زمان نیست که جامعه بشری به طور کلی به شدت بی بهره از اجرای اصل ادارت هست و نیازمند اون هست و قرار است که به واسطه یه توجه به تعالیم الهی عناصر و اجزای این عدالت در عالم برقرار بشه تا این امر بتونه متحقق بشه خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید خانم ریاضتی خب اینجا شاید یه سوالی پیش بیاد چون که شما تکه صحبتتون بر روی عدالت بود بله انصاف اینجا چه جایگاهی رو داره و آیا اصلا فرقی هست بین عدالت و انصاف بله این دو واژه رو به جای یکدیگر به کار میبرند اما از نظر تعریف کمی با یکدیگر متفاوتند عدالت جنبه عملیه حکمیست که صادر میشه اما انصاف جنبه نظری رو بیشتر مد نظر داره مثلا حضرت بحالا الله میفرمایند فانصفو یا مل الوکلا انصاف بدید انصاف چیزی است که در ذهن فرد صورت میگیره تجزیه و تحلیلش دعوت میفرمایند که بیاید نگاه بکنید ببینید هدف من از آوردن این تعالیم چه چیزی هست ما به دنبال چه چیزی هستیم و انصاف داشته باشید و ببینید به چه صورت هست یعنی چیزی است که در ذهن فرد و فکر فرد میگذره و نظر خود رو اعلام میکنه وقتی که این انصاف میخواد جنبه عملی به خود بگیره یعنی میخوان مثلا ظلمی رو که داره به حضرت بهاولا و به پیروانشون در یک زمان خاص وارد میشه یا به مردم در یک جامعه ظلمی رو که داره وارد میشه حالا میخوان از ابزارهای کمک بگیرن که اون ظلم رو متوقف بکنند این جنبه عملی اون انصاف هست در این صورت که عدالت میشه که عدالت میشه به برقراری عدالت میپردازن این نکته رو هم من اضافه میکنم اینجا افهم. جایی که صحبت از تنش بین محبت و عدالت شد اه. بر هر کدام از فضائل اخلاقی اصلی حاکم است و اون از اصل اعتدال هست اه. بنابراین وقتی صحبت از محبت هم میکنیم بر اون هم اصل عدالت حاکم است البته این به این معنا نیست که باز عدالت و اعتدال یکی هستند